بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. رهرو به منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. کوچه ایرانیان. زندگی میگن برای زنده هاست، اما خدایا بس که ما دنبال زندگی دویدیم بریدیم که زندگی سلام بر شما. من فریدا صبا هستم و خوشحالم بعد از اون که سالها از پنجره تلویزیون ایرانیان در لس آنجلس با شما بودم، اکنون از دریچه روشن و گسترده تلویزیون ایران فردا نیز با شما باشم. بله، سرگذشت آخرین کوچ ایرانیان قصه است بالا بلند که همچنان ادامه دارد و هنوز فصل پایانی بر این کتاب پر قصه و قصه نمیتوان نوشت. خانه و کاشانه را ترک می‌گوییم، عزیز و عزیزان را پشت سر می‌گذاریم و قدم به راهی می‌نهیم که ما را به سرزمینی دور و دیر می‌برد. سرزمینی که نه گوشه‌ای آشنا در آن می‌یابیم و نه نام و نشانی از مهربانان و عزیزان خود داریم. عطر و بوی گل‌ها اینجا دیگر است و طعم و تازگی میوه‌های درختان نیز غریبه و نامانوس. نرگس های قربت با آنکه همچنان زرد و سپید و زیبا هستند، اما عطر نرگس های کویر را ندارند و میوه های سرخ و سفید و درشت هم هیچ طعمی جز طعم گس قربت را به یاد نمی آورند. ما سال هاست که بر خاکی دیگر قدم داریم، خاکی که با خانه و کاشانه دریاها فاصله دارد و کوها جدایی. به راستی چرا از زمین خود می گریزیم و مثل پرندگان مهاجر بر درختانی آشیان می سازیم که می دانیم پناهیست موقتی و ریشه ایماندگار در خاک خوب خانه ندارد؟ برای چه؟ به راستی برای چه گذاشته و گذشته ایم؟ از آن همه خوبها و خوبیها، از آن همه مهرها و مهربانیها، برای آزاد زیستن شاید یا آزادانه گفتن و شنیدن و دیدن، آزادانه خوردن و پوشیدن و آمیختن شاید، و شاید که فقط برای تنفس در هوایی تازه و معصوم و بیگناه و دور شدن از هر آنچه که ما را از رسیدن به خوبی ها باز می دارن. دلیل سفر و حضر و هجرت ما هرچه بوده بود هست، تجربه شیرین نبوده و بدون شک همگی ما حتما سردی بی امان غربت رو با پوست و استخوان خود حس کرده ایم. بله، سرگذشت کوچ ایرانیان قصه ایست طولانی که همچنان ادامه دارد و به خوبی می دانم روزی من و شما به مدد یکدیگر فصل پایانی شیرینی بر این کتاب پر قصه و قصه خواهیم نوشت. بینندگان گرامی، با درود فراوان به شما، این هفته نیز در ارتباط با مسائلی را که کوچ ایرانیان به همراه آورده ادامه می دهیم. همانطور که قبلا اشاره داشتم، از آنجایی که نقش فرهنگ سازان و اندیشه ورزان در ساختار یک اجتماع سالم اهمیت بسیاری دارد و ما می دانیم که اکثریت این طیف را نویسندگان، منتقدین امور فرهنگی، سیاسی و هنری تشکیل می دهند، به همین دلیل در ارتباط با مسائل مهاجرت و تبعید یک بار دیگر می نشیم پای صحبت عباس معروفی، روزنامه نگار و نویسنده فعال که چندین سال در ایران پس از انقلاب نشریه گردون را منتشر می کرد. معروفی به همان دلیل استبداد حاکم بر کشور و ضدیت با اندیشه ورزان و نویسندگان به زندان افتاد و سپس مجبور به گریز از کشور شد. امروز نیز یک بار دیگر به گوشه از این گپ خودمانی توجه فرمایید. ما
اول سلام میکنم خدمت بینندگان عزیز و هر کس که صدای من میشنوه. من 12 سال در آلمان زندگی میکنم، یه 4-5 سالی در شهر هاینریش بول و دورن در واقع بودم و بعد ناچار شدم به برلین بیام به خاطر اینکه در یک هتل یک کار پیدا کردم و خب همیشه دارم میخواسته کار بکنم، یعنی چیزی که خود اجتماع اینجا منو وادار میکرد برم مثلا اداره سوسیال آنتی حقوقی بگیرم بشینم رمانمو بنویسم با گروه خون من نمیخورد، یعنی جنس من نبود. و بعدم یک بحثی من به آقای لیمونادی میکردم راجبه این که اصلا یک عده آدم اومدن بمونم یه عده آدم اومدن برن، من خودم رو همیشه جدا میکنم از عابران پیاده و رهگذرانی که یک جایی میان و میخوان برن، یعنی نمیخوان بمونن. حالا تو ادبیات، تو سیاست، حتی مثلا این به رژیم ایران هم برمیگرده، رژیمی که میخواد بمونه مهر میورزه، مردم رو دوست خواهد داشت، آبادی خواهد کرد، آبادانی خواهد داشت، نه خرابی و بیبرقی و شعار دادن و نمیدونم این که مثلا با اسم تکنولوژی مثلا بخواد بمب اتم یا مثلا انرژی اتمی درست کنه و بعد بخواد مدام مردم جهان رو بترسونه، هی خودش رو لولو نشون بده. این نشون میده که اینا نیومدن بمونن، اینا اومدن که برن. و خب این حالت غارتی که در حالا در رفتارشون وجود داره من اینو نمیپسندم، یعنی من فکر کنم وقتی آدم میاد، من به عنوان یه ایرانی اومدم تو آلمان، اومدم که بمونم، نه اینکه بمونم توی آلمان، اومدم که زندگی کنم، تو زندگی بمونم، توی جهان بمونم. و برای من یک چیزی مهمه، چه جوری بمونم، با چه چهره‌ای بمونم، چه تصویری ارائه بدم. من نماینده یک انسانم، یعنی من اسمم انسانه، ایرانیم، بعد نویسنده هستم و هر کدوم از اینها به من هم فرصت میده که جایگاهی برای خودم پیدا بکنم و هم دست و بالمو میبنده. بنابراین من با هر کسی نمیتونم بشینم مثلا شراب بنوشم، با هر کسی نمیتونم هم خونه بشم، با هر کسی سر یک هر میزی نمیشینم و خیلی مواظبم. من خیلی شاید نمیدونم تو این 12 سال فکر کنم خیلی محدود زندگی کردم، خیلی رنج بردم، خیلی خسته شدم، فرسوده شدم. من شاید رنج های شما بودم آقای معروفی، چون به هر حال هر سال یک باری در برلین خدمتتون میرسیدم. شما شاید جزو تنها افرادی هستی که در ضمن در شغل خودت قرار داری، یعنی کاری که شما میکنید کتاب فروشی نزدیک به شغل نویسندگی خودتون. میدونید که خیلی ها مهاجرت کردن و در چارچوب شغلی که آموخته بودن کار نمیکنن. به هر حال یک مقداری پایه و اساس محکمتری به شما میده این کتاب فروشی که شما در برلین دایر کردید، درسته؟ دقیقاً، یعنی برای من مهم بود که حتی نامه‌ای که به گونتر گراس نوشتم در اونجا هم ذکر کردم، من پزشک نبودم بیام اینجا مهندسی بکنم و در ایران تاکسی نرونده بودم که بیام اینجا دوباره تاکسی برونم. من در ایران نویسنده بودم، روزنامه نگار بودم، مدیر یک مجله بودم و وقتی چرخهای من از کار انداختم، من 38 ساله بودم که پروندم و چرخام از کار افتاد و پروندم بسته شد و من پرتاب شدم به یه جهانی که هیچی نمیشناختم، همه چیز از صفر شروع میشد. و خب اومدم اینجا و شروع کردم دوباره، از صفر نیست به نظر من، اومدم خودم رو ادامه دادم و همه کاری کردم، همه تلاشی کردم که برگردم به یک جایی نزدیک به حرفه خودم، یعنی یه جایی که بوی کتاب و بوی سرب و بوی سرب، منظورم سرب گلوله نیست، حروف سرب، حروف سربی هست و بوی مرکب. و خب خوشحالم اینجا من تونستم تأثیر بذارم. گاهی اوقات تمام این خستگی رو که بهش فکر میکنم یه جا به آرامش میرسم و فکر میکنم که نه، من یه کمی تونستم تأثیر بذارم، تونستم داستان نویس تربیت کنم، تونستم لااقل به 2 نفر بگم این کتاب رو بخون،
برای مهم بوده. بعد اون طرف زنگ زده که این کتاب چقدر تو روحیه من تأثیر داشته، چقدر برای من خوب بوده و خب اینا برای من مهمه. خب شاید این موفقیت شما بودیم ما. چیزی که اینجا مطرح است امروز پس از این 12 سال شما و پس از 30 سالی که از انقلاب جمهوری اسلامی میگذره، چیزی که ما شاهد هستیم اینه که این غربت گزیدگی، این مهاجرت ها همیشه موفق نبوده، ولی به هر حال شما طی 12 سال گذشته از ریشه خودتون جدا شدید. حال اگر اون موقعیت در ریشه بود، یعنی شما ادامه میدادید زندگیتون در یک فضای بازی که احیانا اگر در ایران می بود، خب مسلماً به موفقیت های دیگری دسترسی پیدا میکردید. از اونجایی که اینجا از صفر شروع کردید، یک مقدار زیادی انرژی رو اینجا مصرف کردید، درسته؟ دقیقاً. بله. من یادم میاد سال اولی که شما به آلمان اومده بودید و خدمت رو رسیدم، خیلی خیلی مثبت‌تر و محکم‌تر شما رو می‌دیدم. ببخشید من واقعیتایی که لمس کردم دارم عرض می‌کنم. این چگونه است که افرادی که مهاجرت می‌کنن از ایران و کسانی که فعال بودن مثل شما، نویسنده یا شاعر یا فعال سیاسی، روشنفکرانی که ما در کشور داشتیم، موقعی که به خارج میان، تشخیص من روزنامه‌نگار اینه که پس از مدت‌ها سرعت عملشون کم میشه و نتیجه فعالیتشون به هیچ وجه قابل مقایسه با سال اول یا ماهای اول ورودشون به مملکتی که پا گذاشتن نیست. ببینین، یکی از چیزهای خیلی مهمی که فاکتورهای مهمی که توی غربت آدم دوچارش میشه و مسئله است، همیشه مسئله غم نانه. اینکه آدم میاد اینجا، خب اول مثال خودم رو مثال بزنم، من مثلا تو خونه هاینریش بول بودم، بعد یواش یواش شدم سرپرست خانه هاینریش بول، اونجا کار میکردم، زندگیم آروم آروم پیش میرفت. بعد اومدم جلوتر، رها شدم تو این بیابون، تو این برهوت، خب حالا باید برم تو اینجا خودم رو نگه دارم و از مثلا بگم که من وابسته به اداره مثلا سوسیال آمتم نیستم، از اونجا هم پول نمیگیرم، کمک مثلا جایی تزریق نمیشه به من و خودم میخوام کار کنم، هی بگم من سالمم، میخوام کار کنم. خب ببینید چقدر مگه آدم میتونه کار کنه. من همین الان دارم روزی 3 شیفت کار میکنم، یعنی واقعا 3 شیفت کار فشرده میکنم و بازم درگیرم و همش فکر میکنم این 3 شیفت کار که میکنم تازه میرسم به یک نقطه‌ای که صفر میشم که فقط میتونم بمونم، ولی فرصت این که رمانمو بنویسم ندارم. من 3 تا رمان تموم شده رو میزمه، وقت ندارم اینا رو پاک نویس کنم. من همیشه دلم میخواسته مثلا 3 ماه 6 ماه فرصت میداشتم که میرفتم یه جایی بشینم این رمانمو پاک نویس کنم، نشد. مثلا از یه زاویه دیگه نگاه کنید آقای معروفی، موقعی که شما به آلمان آمدید، من گفتم یه انرژی خاصی در شما میدیدم، چرا میبایستی یه تشکیلاتی مثل هنریش بول مثلا به شما برسه؟ چرا نمیبایستی ایرانی ها اون نیرو رو میداشتن که حمایت بکنن نویسنده خودشون رو که پا به غربت گذاشته؟ این مسئله است که ما امروز پس از 30 سال در خارج از کشور داریم. ولی به قسمت دیگه نگاه بکنیم، واقعا کسانی که پا به خارج میگذارن در یک فضای باز با گذشته مثل شما در همون ردیف، چگونه است که ایرانیان مقیم خارج این موقعیت رو ازش استفاده نمی کنن و یاری کافی نمیدن به این افراد، و چگونه است که اونها خودشون پس از یک مدتی که شناخت پیدا میکنن از جامعه ایرانی، آرام آرام میخوام یه جوری بگم یه قدری گوشه‌گیر میشن؟ من در خیلی ها این رو میبینم. خب ببینید، دقیقا به نکته مهمی اشاره کردیم. من الان 5 سال خورده در یکی از معروفترین خیابون‌های برلین کتاب فروشی باز کردم و چاپخونه. فکر کردم 10,000 ایرانی در این شهر زندگی میکنه، بسیاری از اینها وضعیت بسیار خوبی دارن و من برخی از این آدمایی که وضعیت مالیشون هم خیلی خوبه، مثلا تو کنسرت ها دیدمشون اتفاقی، اونم تو کنسرت، من نرفته بودم برای موسیقی، من میز کتاب داشتم و بعد اونجا دیدم یه سری آدم‌هایی هستن که توی اون کنسرت مثلا با لباسای شیک حضور دارن. خب حقشونه، روش جونشون، امیدوارم همیشه خوش باشن و شیک باشن. ولی یک اتفاقی افتاد، به هر حال یک نویسنده که یک تسلطی رو کتاب و اصلا من میتونستم بهشون ایده بدم، بهشون فکر بدم، بهشون مشورت بدم که چه نوع کتابی رو بخونن، باشون
براشون وقت بذارم. نیومدن حتی سر بزنن، حتی نیومدن یه چایی بخورن پیش ما. خب طبیعیه، این ما جامعه‌ای داریم، جامعه‌ای بسیار شعاری، خیلی شعار میدیم آقا فرهنگ حیف اینجا اگر بسته بشه، اینجا رو نگه دارین، اینجا رو فلان کنین، شما لوبیا بیارین، نخل لوبیا بیارین، ترشی بیارین، اینجا رو حفظ کنین. و بعد خب از این شعارها همیشه میدیم، نه فرهنگ، ما خیلی قدیمی هستیم، ما فرهنگ داریم، ما نمیم آقا کوروش فلان حرفو زد، داریوش فلان کارو کرد، تخت جمشید رو هی عکسشو میاریم نشون میدیم. ولی من یکم این چیزها برام خنده‌دار شده، بیشتر به ماجرای نقد فکر میکنم، به این که الان تو این شهر برلین چند نفر استعداد داستان نویسی دارن، من همه کار براشون میکنم، من هیچی ندارم، ولی اون چیزی که دارم یه مقدار دانش رو زمینه داستان و ادبیات، اونو میریزم براشون. ولی جامعه من حاضر نیست پول خرج کنه، جامعه من حاضر نیست وقت بذاره برای کتاب، برای فرهنگش، برای اون چیزی که روش شعار میده. و حالا از یک روزنامه نگار هموطن دیگری دلایل مهاجرت را جویا میشویم، خانم فامینی که در رسانه های فارسی زبان خارج از کشور به فعالیت مشغولند. ممکن بفرمایید چه عواملی باعث شد که شما ایران رو ترک کنید و با آلمان مهاجرت کنید؟ اون زمانی که من ایران رو ترک کردم، زن جوان تنهایی بودم با یک پسر 2 سال و 3 ماهه و به دلیل همون جوانی در خیلی از فعالیت‌های سیاسی که بعد از انقلاب فضایی که ایجاد شده بود شرکت داشتم. و بعد سال 62 یادمه که به تمام احزاب و سازمان‌های سیاسی حمله شد، یورشی بود علیه سازمان‌های سیاسی و من واقعا احساس امنیت نمی‌کردم، به خصوص اینکه تنها بودم و متأسفانه تو اون شرایط خانواده و فامیل هم هیچ حمایت و پشتیبانی از من نکردن و من مجبور به ترک ایران شدم. پس عامل اصلی نااطمینانی بود، چه چیزی بود؟ عامل اصلی عدم امنیت اجتماعی بود، یعنی شاید چیزی که الان 30 سال هنوز تو ایران ادامه داره برای بخش بزرگی از مردم ایران، اینکه احساس میکنی به دلیل تفکرت، به دلیل نگاهت به مسائل باید تحت تعقیب باشی، تحت پیگرد باشی و تنها راهی که گاهی وقتا برات میمونه همین مسئله خروج از ایران. خب شما از ایران خارج شدید، فکر میکنم حدودا 30 ساله، طی این سالها هیچ مایل نبودید که به ایران بازگردید؟ من اگه نخوام اغراق کنم، مسئله بازگشت به ایران همیشه مشغله ذهنی من بوده در این 30 سال. در سالهای اول فکر میکردم خیلی زود برمیگردم، ولی وقتی که طولانی شد، هرچی بیشتر زمان گذشت، احساس میکردم که الان دیگه مشکلات زیادی برای بازگشتنم وجود داره، ولی این فکر هنوز با منه، یعنی هنوز دنبال فرصتی هستم که به ایران برگردم. شما به عنوان یک روزنامه‌نگار فعال در اروپا بفرمایید چه عواملی باید به وجود بیاد که شما احساس کنید میتونید به ایران بازگردید؟ من به عنوان روزنامه‌نگاری که برای رسانه‌های به قول جمهوری اسلامی بیگانه فعالیت میکنم، فکر میکنم دیگه زمان اون رسیده بعد از این همه مدت که مسئولیت ما رو تامین کنن روزنامه نگارانی که در خارج از کشور هستن و ما بتونیم بریم مملکتمون رو ببینیم و برگردیم، حداقل چه شاید کسانی باشن که بخوان دوباره برگردن در ایران زندگی کنن، این حق باید برای اونها باشه، چون 30 سال فرصت زیادیه، یا حتی کمتر، چند سالی که تو خارج از کشور بودیم فرصت زیادیه که آدم فکر کرده باشه که جای اصلیش کجاست. و همه کسانی که عشق به بازگشت به ایران رو دارن، من فکر کنم مهمترین شرطی که بعد براشون فراهم بشه اینه که به هر حال این حکومت به این نتیجه برسه که باید مسئولیت این روزنامه نگارا رو تأمین کنه و بخش زیادی از زنانی که در خارج، یا مردانی که در خارج از ایران هستن که مایل هستن برگردن برن مملکتشون، در درجه اول باید مسئولیتشون تضمین بشه. شما در ناصیه حکومت کنونی و ریاست جمهوری آقای روحانی میبینید که یه همچین اتفاقی بتونه بیفته؟ ببینید خیلی زوده برای اینکه این بحث رو مطرح کنیم، چون آقای روحانی در چند روز آینده میخوان در حقیقت رسما
به عنوان ریاست جمهوری فعالیت بکنم. بعد ببینیم که چه اتفاقاتی در ایران میفته. ولی من تا حدودی امیدوار هستم، البته نه برای کوتاه مدت، بلکه در دراز مدت. فکر میکنم که به دلیل اینکه آقای روحانی در یکی از در حقیقت شعارهای تبلیغاتیش مسئله آزادی های فعالیت های اجتماعی بود و فعالیت های مدنی، من فکر میکنم یک خواست کاملا مدنیه که ما بخوایم به ایران برگردیم، و فکر میکنم ممکنه این شرایط فراهم بشه و ما بتونیم برگردیم. با سپاس فراوان از شما. و اما بگذارید مانند همیشه در این قسمت بپردازیم به موقعیت ایرانیان ترک وطن کرده در روزهای آغازین مهاجرت به لس آنجلس. در سال دوم مهاجرت بودیم و IRTV که اولین برنامه تلویزیونی آن دوران بود مورد توجه جامعه شناسان و سیاستمداران آن زمان قرار گرفته بود و ما طی چندین جلسه در هفته به امور و مسائل مهاجرین می پرداختیم. طیف محدود روانشناسان و جامعه شناسان ما در آن دوران هم دغدغه نابسامانی های تازه مهاجرین را داشتند و ما از روز اول به این مسائل از جمله زبان انگلیسی و تعلیم و تربیت کودکان و ایجاد روحیه در تازه مهاجرین می پرداختیم. زندگی اکثر ایرانیان در خارج فقط برای چند ماه برنامه ریزی شده بود. نگاه کنید به اولین مصاحبه در اولین برنامه تلویزیون ایرانیان. توجه بفرمایید که خب بچه اینجا در خانوادهش با مشکلاتی مواجه هست، خانواده همین مشکلات رو داره، بعد بچه بزرگتر میشه برمیگرده به ایران. وقتی برگشت به ایران در کادر وسیع‌تر این مشکلات شکل میگیره، به این معنا که اونجا با ایرانی‌هایی که اونجا هستن و اصلاً زبان انگلیسی رو نمی‌دونن طبعا مسئله فوق‌العاده شکل میگیره. به این معنا که این آقا فرض بفرمایید میخواد بگه چراغ روشن کنید، میگه لامپ روشن کنید، مسئله از این قبیل. توی هر کلامی که میگه، اگر میخواد کارمند اداره بشه، فرض بفرمایید داخل شده یک مهندس، میخواد یه جای کار بکنه، با زیر دستاش میخواد چهار تا دستور بده، اصلا کسی حرفون نمیفهمه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که کاملا در محیطی که زاد و بومش هست، در محیطی که مملکتش هست، این کاملا با مردم بیگانه هست، کسی حرف این نمیفهمه، اینم زبون مردم نمیفهمه. نتیجه یک واخوردگی، یک سرخوردگی از محیط مملکتش برای این جوونی که با یک دنیا آرزو قصدش این بوده تحصیلات عالی بکنه و برگرده به اونجا پیش میاد. همانطور که قبلا اشاره کردم، در سال اول کوچ خوانندگان ایرانی که به این شهر سرازیر شدند به دلیل کمبود آهنگساز و ترانه‌سرا مجبور به ارائه موسیقی‌های خارجی بودند. برادر تازه گریخته از ایران که دو کودک خودشان را در وطن جا گذاشته بودند، اولین ترانه غربت دو زبانه را ارائه دادند. دو تا گل تو خونه دارم خیلی دورم، گلای خوشت مریم و نرگس، یاد روزهایی که با گلام بودم، خوب و شاد و شنگل و سرمست بودم. من دارم توی دلم فراغون، میخوام باشم شب و روز تو درون، برم از را سر بول شبرون، را برم مثال کب خرامون، بایی چه کنم همش مثال خوابه، دلم برای ایدونم کبابه، بایی چه کنم همش مثال خوابه، دلم برای ایدونم کبابه. What shall we do? We're going to stay. How much we pay?
if we're gonna stay. What shall we do when we're going for a stay? How much we pay if we're gonna stay? دو گل تو خونه دارم خیلی دورم، گلای خوش از مریم و نرگس، یاد روزهایی که با گناه بودم، تو گشاد و شنگول و سمت بودم. گل مگه به سر چادر میذاره؟ گل مگه به سر دستمال میبنده؟ این چه رسمیه واسه یه گل ها؟ دلم تنگه واسه دو تا گل ها، وای چه کنم همش مثال خوابه. دلم برای ایرونم کبابه، وای چه کنم همش مثال خوابه. دلم برای ایرونم کبابه. What shall we do? We're going for a stay. How much we pay if we're gonna stay? What shall we do? We're going for a stay. How much we pay if we're gonna stay? What shall we do? We're going for a stay. How much we و اما در آن دوران برای روحیه بهتر مهاجرین، مدیر تنها کاباره شهر همکاری صمیمانه می کرد و به همین دلیل برنامه های شبانه خودش را گسترش داد که این خود دل مشغولی خوبی برای تازه واردین شد. ابی گرفته هم وطن، هوای موندن ندارم. شهرام کیه که دل و دین تو گرده؟ اون کیه کیه کیه؟ مارتیک نکنه اسم حقیرم تو کتابای تو خط خود. نازی افشار سنگو نزد بشیشه تیشه نزد بریشه. مهداد به اینجا اومدم خیال میکردم بهشته، حالا که موندم میبینم وای بابا جون چه زشته. رقص عربی و گروه موزیک منوچهر چشم‌آذر در برنامه جدید و جالب کاباره تهران. در اینجا بود که شور و هیجان موسیقی مترنم به یک بار اوج گرفت. همه این دلخوشی ها و سرگرمی ها البته گذرا بود، چون درد بی وطنی ریشه بسیار عمیق داشت. در این بین بود که هایده به لس آنجلس آمد و از آنجایی که صدای دلنشین داشت و از احساسات هم کم نمی آورد، باعث شد که تلویزیون ایرانیان با او یک قرارداد دو ساله منعقد کند و ما اولین آهنگ هایده را در بالای تپه های وسلیک در شمال شهر لس آنجلس به تصویر کشاندیم. ترانه‌ای که حال و هوای سال دوم مهاجرت را اوریان نشان می‌داد. زندگی میگن برای زنده هستم و خدایا بس که ما دنبال زندگی دویدیم بریدیم که زندگی پرواز نداشتیم تا می‌خواستیم لب من شد.
زدیم و دنیا گذشت، دنبال ها امروز و فردا گذشت. چشمی بهم زدیم و دنیا گذشت، دنبال ها امروز و فردا ما مجموعاً با هایده 34 ویدیو تهیه کردیم که احیاناً شما اکثر آنها را ندیدید، زیرا آنها را برای فروش عرضه نمی کردیم، چون کار ما تلویزیون بود نه فروش ویدیو و موزیک، و به همین دلیل شما در ایران به آنها کمتر دسترسی داشتید. در نگاه به کوچه ایرانیان با ما همراه باشید تا یک روزی با هم آن را به پایان برسانیم. تا هفته آینده. و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز را.